بله قرنگیزه، اما اینکه ما افشار نکردیم چرا؟ قرابان، الان میبینی که من هیچ وقت از توضیح نگرفتم. یه هرکس بود میگو آقا من یه دفعه توضیح میدم، دو دفعه دیگه، 400 تا دیگه نمیدم. هر جلسه یک دور این بزاد اینا پر میکنم، به همون ترتیب که دیشب دیدید، من با اینها رفتار میکنم، هر بار. حالا برای اینکه در کتاب، روزنامه، اما یه چیزی هست که اون سانسور شدیدی است که ما این مثلث زورپرست ایجاد کرده، دولت‌های خارجی هم به اونا کمک می‌کنه. مثلا تو همین انتخابات ما تحریم کردیم، منتها تحریم ما هدفدار بوده. ما گفتیم رأی ندهید، یعنی رأی بدهید به دموکراسی. رأی شرکت نکردن مساوی باشه با رأی دموکراسی و بدیل سیاسی. این رو خب مطبوعات رژیم سانسور کردن، قابل فهمه، خب دشمنند. حتی این جامعشم شب قبل از انتخابات تمام لیست کرد این رای که تحریم کرده بودن، از رضای پهلوی و گروه های مختلفی، سلطنت طلب و آقای رجوی و همه، غیر از من و مجامع اسلامی ایرانی، غیر از این دوتا بقیه رو همه رو اسم بود. روز بعد هم همین رو تکرار کرد. ایمانی این رادیوهای خارجی که برای ایران برنامه پخش میکنن و در این مدت شده بودن مبلغای بیبند شرکت در انتخابات به نفع خاطر، همین که میگن سیاهی خرجش میده، یعنی رژیم مدرد. رادیو آزادی که اصلا درون به کلی انام بریده، رادیو فرانسه، رادیو انگلیس، بی بی سی، صدای امریکا، مال آلمان، همه و همه ما رو سانسور کردن. به جوری که وقتی رادیو فرانسه با من مصاحبه کرد، برای بعد ها روز بعد اتفاقا دوست من گفت که این صبح شنبه شد، گفت امروز این رادیو به شما تلفن خواهد کرد، خواهد گفت که شما اگه تحریم کردید و مردم رفتن وسعت شرکت کردن، حالا چی میگن؟ بعد از ظهر هم نشده بود که بفهمن که نه، وسعتی هم نبوده. اتفاقا همینطور هم شد، گفت که شما تحریم کردید و مردم رفتن شرکت. گفتم که این تحریم من کردم، اما شما سانسور کردید و رادیوهای دیگه هم مثل شما سانسور کردید. ما این در این سانسور هستیم، به لحاظ اینکه چون سانسور بشکنه با این رأس مسلح زیان میبینن، پس اونا سود دارن در سانسور کردن. فعلا نه اینکه ما توضیح ندادیم، هم در خیانت به امید در اولی که از ایران خارج شدم توضیح دادم، از اون به بعد هم همینطور به ریز من توضیح میدم. بقیهش هم جونم گفت که بر من اظهار حقیقت واجب است، یه مقدارم خودم زیادی میدوم دنبال پخش این اظهار حقیقت که دیگران بشنم. اما دیگه حدی داره انسان میتوانه، یه مقدارم بقیه مسئولیت دارم که این حقیقت رو در پخش کنم و سانسور رو بشکنم، اونها هم مسئولیت دارن. و با این حال نتیجه همین کوشش مستمر با وجود سانسورها این شده که بسیاری از این دروغ‌ها از اعتبار افتاده و بسیاری از اینها بی اعتبار شدن. الان این اونم کمونیست کارگر، یه گروه های کسی که تو خارج کشور، حالا معلوم نیست که از کجا ترغیب میشه و کارش هم همینه، تو جلسات حاضر بشه به جلد برای خراب کردن، نقش دیگر نداره. هیچ چیزی عمل سیاسی دیگری از این گروه کسی در دنیا نمیبینه. اگر جلسه دیگران نگذارن اصلا کسی نمیفهمه همچه گروهی وجود دارد. این باید یه اصلاح طلب ها جلسه داشته باشن در برلین، آقای هم پیدا شد. اینجا مثلا ما دعوتی داشته باشیم، یه تو ستای از اینا پیدا شد. همین. اگه شما خارج از اینا کسی میشید خبر داره که اینا فعالیتی دارن، از این نوع فعالیت های شما میدید، این هم که علنی نیست. و اون جوان بدبخت رو برای اینکه یه پرونده براش از این نوع درست کنن، چون هر جامعه یک سننی داره دیگه، بعد این مجبورش کنن بره تابع اونا بشود، بعد از این کارا میکنه، این کارای کثیف رو میکنه. و این که شما میگویید باید گفت و چی حقیقت رو، این مسئله اساسی است. امیدوارم که همه هموطنان ما که در اینجا هستن و به نوبه خودشون شرکت میکنن در پخش حقایق، بیشتر مزمن بشوند در این کار. این مهمترین مسئله است، شکستن سانسور مهمترین کار در این روشی که ما به کار می‌بریم برای تحول ایران خصوصا.